پیاده روی مردمی و عظیم زائران حضرت امام رضا علیه السلام به سمت مشهد مقدس که از تمامی نقاط دنیا و جای جای ایران در جاده های منتهی به این شهر نشان از روزهای پایانی سفر می دهد. جاده های تربت حیدریه، نیشابور، قوچان، فریمان، کلات و سرخس محل تردد زائران پیاده امام رضا هستند که تا روز شهادت امام رضا علیه السلام 650 تا 700 هزار نفر زائر پیاده به شهر مشهد مقدس رسیدند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. پایان ماه صفر و ایام شهادت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، جاده های منتهی به مشهد مقدس شاهد زائرانی است که با پای پیاده به سمت بارگاه آن امام معصوم در حرکتند. افرادی که تجربه سفر به کربلا و مشایه اربعین را دارند می دانند که با وجود اینکه امکانات در مسیر پیاده روی به مشهد الرضا قابل مقایسه با مهمان نوازی شیعیان عراقی و فراوانی موکب ها و امکانات رفاهی برای خواب و خوراک در عراق نیست، اما عاشقان امام هشتم علیه السلام این سنت مقدس را زنده نگه داشته و هر سال سختی راه را به جان می خرند و این پیاده روی را پرشورتر برگزار می کنند. مولایمان به اجبار به ولایت عهدی مأمون انتخاب شدند و از مدینه به سمت مرو مرکز خلافت مأمون حرکت و این مسیر را شهر به شهر طی نمودند. ایشان از هر کوچه و برزنی که رد می شدند همه را شیفته خود می ساختند. حدیث سلسلت الذهب که حدیثی قدسی و منقول از امام رضا علیه السلام در باب توحید و شروط آن است، هنگام پیاده روی در همین مسیر و در زمان عبور از نیشابور به طرف مرو بیان شده است. راویان این حدیث همگی امامان معصوم علیه السلام می باشند و این حدیث تا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سرانجام به خدای متعال می رسد. طبق برخی گزارش ها همزمان با نقل این حدیث بیش از 20 هزار نفر آن را مکتوب کردند. امام رضا به نقل از خدای متعال در این حدیث فرمودند: کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله و توحید حصار محکم من است. هر کس داخل آن گردید از عذاب من ایمن خواهد شد. و در ادامه حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: به شروطها و انا من شروطها. اما این شرط‌هایی دارد و من از شرط‌های آن هستم. یعنی از شروط پذیرفته شدن کلمه توحید پذیرش امامت من و ائمه اطهار علیهم السلام است. همه ساله به یاد آن امام شهید، عاشقان مشتاق از هر نقطه جهان و ایران برای زیارت حرم امام رضا علیه السلام با پای پیاده به مشهد مقدس می آیند. 320 موکب مردمی برای پذیرایی از زائران پیاده در مسیرهای منتهی به مشهد فعال شده و در مجموع 20 هزار نفر در حال خدمت به زائران پیاده در طول مسیرهای منتهی به مشهد می باشند. افزون بر این، مطابق با روال هر ساله، اهالی روستای اهل تسنن جمالزاده واقع در 45 کیلومتری مشهد به مدت 3 روز پذیرایی از زائران را به صورت رایگان انجام می دهند. موکب‌های مردمی فراوانی هم در مسیر نیشابور تا مشهد برای پذیرایی از زائران پیاده مشهد الرضا برپا شده. همچنین جاده‌ای کوچک در امتداد بزرگراه نیشابور مشهد برای رفاه حال زائران پیاده احداث گردیده است. 190 کاروان از تایبات، خواف، تربت جام و فریمان حرکت خود را به سمت مشهد آغاز کردند. 100 کاروان زائران پیاده از خراسان شمالی به قوچان رسیدند. 150 کاروان پیاده نیز از سرخس و کاروان زائران اهل تسنن از شهرهای خواف و سرخس حرکت کردند. در مسیر شمال ایران نیز از روستای دشت، از ابتدای پارک ملی گلستان تا انتهای شهرستان فاروج 73 تکیه
مسجد بین راهی و نمازخانه آماده خدمت رسانی به زائران هستند و علاوه بر آن طی این مسیر 33 موکب مردمی نیز برپا شده که علاوه بر اطعام به زائران امکان استراحت آنها نیز فراهم گردیده است. نکته جالب توجه، موکب امام رضا علیه السلام شامل گروهی از زوار عراقی است که تقریبا از سال 1390 هجری شمسی حرکتی را با عنوان پیاده روی از عراق تا حرم امام رضا علیه السلام آغاز کردند و در سال جاری در 14 سفر خود با توقف کوتاهی در حسینیه امیرالمؤمنین علیه السلام واقع در محله دولت آباد تهران، محله‌ای که به محله عراقی ها نیز شهرت دارد، راه سپار مشهد مقدس برای زیارت امام رضا علیه السلام شدند.